شروع کسل کننده ی هفته مغلوب خوشبینی ها شد. با عرض سلام و روز بخیر، لیلا هستم از شبکه خبری پرو اسکیل با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز سه‌شنبه 16 فوریه 2021 باید بدانید. خوشبینی دلار را در مقابل همه رقبای اصلی به جز ین تحت فشار قرار داد. احساسات خوشبینانه امیدها را به اینکه کنگره آمریکا روند تصویب لایحه محرک را تسریع می‌کند، پشتیبانی کرد، در حالی که آنها دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را در دومین استیضاح خود تبرئه کردند. روز گذشته بازارهای چین و ایالات متحده در تعطیلات محلی بسته بودند، اما معاملات آتی ایالات متحده به بالاترین رکورد رسید. تعطیلات چین در بیشتر روزهای این هفته نیز ادامه خواهد داشت. جفت‌های اصلی عملکرد ضعیفی داشتند و جفت ارز یورو دلار برای چهارمین روز متوالی در محدوده 1.21 معامله شد. جفت پوند دلار در میان ضعف گسترده دلار و فقدان اخبار اقتصاد کلان انگلیس که می‌تواند به پوند ضربه بزند، به روند صعودی خود ادامه داد و آستانه 1.3920 را پس گرفت. ارزهای کالایی نیز در برابر رقیب آمریکایی خود افزایش یافتند. در جبهه ویروس کرونا، خوشبینی نگرانی‌های مربوط به انواع جدید را تحت شعاع قرار داد، زیرا کشورهای پیشرو در واکسیناسیون نتایج دلگرم کننده ای را گزارش می دهند. در اسرائیل تعداد موارد جدید مبتلا، بیماری های حاد و مرگ و میر در بین کسانی که دو دوز واکسن فایزر را دریافت کردند مدام کاهش می یابد. همچنین انگلیس در آستانه واکسیناسیون برای 15 میلیون نفر رسیده است که برای اولین بار از اکتبر سال گذشته کمتر از 10,000 مورد مبتلای جدید روزانه گزارش شده است. ارزش طلا در شروع معاملات امروز به بالای 1826 دلار رسید و نفت خام از مرز 60 دلار در هر بشکه گذشت که این بالاترین میزان از ژانویه 2020 است. در بازار ارزهای مجازی بیت کوین دوباره به مرز 50,000 دلار حمله کرد. اتریوم و ریپل هر دو افزایش داشتند و به ترتیب در 1825 دلار و 57 سنت معامله شدند. در تقویم اقتصادی امروز تمرکز بر داده‌های آلمانی است. شاخص تولیدات کارخانه‌ای ایالات نیویورک نیز مورد توجه فعالین بازار خواهد بود. در ادامه روز نیز دالی، عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، سخنرانی خواهد کرد. با تشکر از توجه شما به این بخش خبری، تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.